بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده. تا مجلس سوم اینا این کارا رو نمی‌کردن. می‌خواستن اون نمی‌کردن. برید این صحیفه نور رو ببینید. ببینید آقای خمینی به کیا تشر زد. گفت 4-5 تا پیرمرد نشستید می‌خواید برای کل ایران تصمیم می‌گیرید. نه حق ندارید. حالا اون 4-5 تا پیرمرد می‌خوام برای همه ایران تصمیم بگیرن. ما میگیم این نظارت استثبابی آخه نمیشه که یه مفسرین قانون به تناسب شرایط سیاسی و نظریات سیاسی خودشون تفسیر بکنن. نمیشه. اگر نظارت استثبابی نیست که حالا میکنن بچه تو مجلس اول دوم سوم نکردی. پس نه نباید بکنیم. ما با این نظارت استثبابی مخالفیم. با نظارت استثبابی در یه مراحلی اونم اون چی قانون میگه در فرایند انتخابات، یعنی وقتی دولت میخواد انتخابات انجام بدهد، تجربه تاریخی در ایران ما این است که دولت دخالت میکنه، صندوق ها رو عوض میکنه. زمان شاه به ارتش صورت میدادن اینا باید انتخاب بشن. خب بعد اومدن در اون مذاکرات مجلسی که این قانون تصویب کرده بخوانید آمده برای اینکه جلوی دخالت دولت و مقامات اجرایی رو گرفته بشه که در آراء مردم دخالت نکنن، صندوق ها رو عوض نکنن، گفتن شورای نگهبان در فرایند انتخابات نظارت بکنه. اما حالا شورای نگهبان اومده تفسیر جدیدی من در آوری از خودش درست کرده. نه اون حق ندارم، برای اینکه اصل حاکمیت ملت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده در تعارض است با این کار شورای نگهبان. حق حاکمیت از ملت سلب کرده است. ما میگیم نظارت استثنایی باید لغو بشه. علاوه بر این چیز دیگه ما میگیم. ما میگیم این شورای نگهبان، این آدم ها به دلیل تخلفات آشکار قانونی و دینی صلاحیت دخالت دیگه ندارد. کما اینکه وقتی که ببنده من صلاحیت رو در انتخابات مجلس هفتم رد کردن، به من گفتن که عدم التزام و اعتقاد به دین مبین اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابیه که در تهران باشن، عضویت در نهضت آزادی ایران و عرض کنم که ارتداد. قانون ما نگاه کردیم بند 4 ماده 30 میگوید کسانی که به حکم یک دادگاه صالحه محکوم به ارتداد شده باشن، اینا حق ندارن. ما نوشتیم آقا اولا شما از کجا من میدید من اعتقاد التزام ندارم؟ چی شده؟ از کجا فهمیدید؟ کجا احراز کردید عدم اعتقاد منو؟ خب اگر میگوید دادگاه منو محکوم کرده، خب ندادن هیچی ما تندن. ما رفتیم به دادگاه شکایت کردیم، گفتن ما اصلا به این دادگاه حضور پیدا نمی کنیم. خب چرا شما در دادگاه حاضر نمیشید مستنداتون به دادگاه که خودتون مال خودتونه بدید؟ پس بنابراین شورای نگهبان از صلاحیت افتاده. این شورای نگهبان حق دخالت دیگه نداره. ببینم آیا اینقدر برای شما سخته؟ این همه شما میگید در سخنرانی هاتون، در محافلتون، در اعلامی هاتون، ای ملت بیایید، تو رو خدا عرض کنم بیایید مذاکرات حد اکثری باشه. خب اگر مذاکرات حد اکثری برای شما اینقدر اهمیت و ارزش داره، خب اون شیشتا رو عوض کنید. ایرادی داره؟ ما که الحمدلله کم بوده روحانی نداریم که شما یه شیشتا رو عوض کنید. خب شیشتا دیگه نمیخواد شورای نگهبان رو منحل بکنه، ولی اینا رو مرخصش بکنه برن استراحت. چرا حالا اینو میگیم؟ ببینید من یه مثالی بزنم. علمای بزرگ ما خیلی از شما میدانید به سن و سالی که میرسیدن به اطرافیانشون میگفتن که از من یه آزمایشی بکن، ببین من عقلم سر جاش هست یا نیست، برای اینکه من میخوام فتوا بدم، من میخوام حکم بدم. این فتوا و حکم هم ممکنه که باعث زیان‌ها و ضررهای زیادی بشه. این بزرگان ما تا این اندازه تقوا داشتن که از اطرافیانشون میخواستن که بابا جان بیا منه تست بکن ببین من عقلم سر جام هست یا نیست. خب من از شما میپرسم، ما که کفر نگفتیم که آقا شما استفا بدید برید. ببینید واکنش چی بوده؟
یه شخصیت فقهی برجسته مجتهد، کسی که تصمیمات مملکتی در اختیار اون است، میآید میگوید که ما احکام اعدام برای منافق نماها صادر شده است ولی ما رو مصلحت نمیذاریم اجرا بشه. آیا منافق ارزشه که ما بگیم منافق نما؟ ها؟ مثل روحانی نما؟ خب آخه منافق که نفاق که ارزش نیست که یکی بتونه نمایش نفاق بده، که شما میگید ادعی توی ممکن منافق نما هستن؟ اگه منافق بودن اعدام نداشتن ها؟ اما چون منافق نما هستن ما حکم اعدام براشون صادر کردیم، اما حالا مصلحت نیست اجرا بکنیم. یعنی زنده باد نفاق، مرده باد منافق نما. این میشه دیگه. ببینید ما میگیم که آقا آفتاب آمد دلیل آفتاب، من دلیل بیشتری از این نباید بیارم بدم. حالا عرض من این استش که ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره، حاضر میخواستم برن یه هدیه هم بهشون بدیم بردقشون هم بکنیم، ولی باید برن.